خب گرنوزی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکفت در زده و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. برنامه دیگر از سری برنامه های نگاه در تلویزیون ایران فردا. خب ما هاست گفتگو میکنیم با ادیب و منتقد و شاعر سرشناس آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله. دکتر نوری‌الله از این رو من انتخاب کردم که خب تجربه پربار داره در مناسبات خودش با جامعه روشنفکری ایران، جامعه نویسندگان ایران، شعرهای ایران. بسیاری از شعرهای معروف و ناباور ما رو از نزدیک میشناخته، به اونها برخورد داشته، به خونه اونها رفت آمد داشته، اونها معاشر بوده. نچه تجربیات گرانباری در این زمینه داره و خیلی هم سپاسگزاریم از بود که ما رو شریک میکنه در مجموعه یادها و به تجربیات خودش. دکتر نوری‌الله درود بر شما. سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارتون و بینندگان گرامی برنامه. تشکرم میکنیم از امیر درخشان عزیز داره برنامه رو هدایت میکنه. دکتر نوری‌الله قبل از که وارد بحث خودمون بشیم، این ماجرایی که در امیر چغماق گذشت، میدان امیر چغماق در یزد، نمیدونم شما اونجا بودید یا نه. من از بچگی بله بنده بودید، خاطرات زیاد دارم. بنای فوق العاده زیبایی است و نظیرم نداره، این شبیهش در هیچ جا نمیشه دید، بنای منحصر به فرد. و متاسفانه با اینکه یونسکو بارها توصیه کرده بود که مبادا در اینجا دخل و تصرفی صورت بگیره از طرف امروزی ها تا بشه این اثر رو جز شاهکارهای میراث جهانی به ثبت رسون، متاسفانه اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. اونجا رو تبدیل به گورستان کرده، یعنی مرکز یزد رو، محل تردد مردم. میخوام اول نظرتون در این زمینه جویا بشم و بعد ببینیم، چون برای شکوه میرزادگی در این زمینه واقعا زحمات زیادی کشته سالها اخیر. این بس نجات پاسارگاد کاری بود که او شروع کرد به همراه آقای دکتر نوری‌الله و در این زمینه موفقیت های بسیاری به دست بود. موفق شد که شمار زیادی از جوانها را علاقمند بکنه به تلاش برای حفظ آثار باستان. دکتر نوری‌الله بعد عرض کنم که امروز اتفاقا با خانم میرزادگی صحبت میکردیم، گفت که داره یه مقاله‌ای در این زمینه می‌نویسه و یک سری مدارکی رو در اونجا ارائه خواهد داد. من البته هنوز از چند و چون اون مقاله با خبر نیستم، ولی به هر حال مسئله از دو جنبه به نظر من جالبه که بهش توجه کنیم. یکی مسئله آن است که چرا این حکومت با اثر تاریخی مخالفه. اول خب ما میگفتیم که اینا با ایران قبل از اسلام مخالفت دارن و عرض کنم که میخوان آثار قبل از اسلام ما رو از بین ببرن، اما دیگه نمیدونم میدان امیر چغماق و مسجد حسینیه کنارش و این حرفا، اینها که دیگه مال دوران اسلامی ایرانه. و عرض کنم که درست در آستانه این که قرار بود این میدان به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی بشری به ثبت یونسکو برسه، یک اینا تصمیم گرفتن که برن در اون وسط، عرض کنم که 8 قبر بکنن و یک مقدار استخوانی رو که مدعی هستن استخوان شهدا هست رو دفن میکنن در اون میدان، و با این کار در واقع شرایطی رو که یونسکو و سازمان ملل تعیین میکنه برای ثبت آثار تاریخی در اون فهرست خودش رو از بین ببرن. این کار رو با بسیاری از آثار تاریخی ما کردن و اساساً یک دشمنی با هویت ایرانی به نظر من دارن و اصلا میخواد این مردم رو بی هویت، بی تاریخ، بی شناسنامه بکنه. بعد در این حالم خود این مسئله این که بعد از 26-27 سال از جنگ ایران و عراق گذشته اینا هنوز شهید پیدا میکنن و هر وقت که لازم بدونن، به خصوص اگر که مثلا ایام شادمانی مردم باشه، با رو کردن یه مش استخوانی که بگویند مال شهدا هست، سعی میکنن که این شادی رو از بین ببرن و
مردم رو به عزاداری وادار بکنه. و در این زمینه واقعا نقش خود آقای خامنه‌ای بسیار اساسیه. یعنی مثلا حتی دیدم این سازمان میراث فرهنگی به این مسئله اعتراض کرده بود که حالا چرا شما میرید اینا رو اونجا دفنشون میکنید، و به این ترتیب این امتیاز رو از این محوطه تاریخی میگیرید که ثبت آثار تاریخی بشه. اما در این حال گفتند که این از اختیار سازمان میراث فرهنگی که در واقع سازمان حافظ میراث فرهنگی است خارجه و نیروهایی دستن در کار این مسائل هستند که زور سازمان میراث بهش نمیرسه. و اینطور که خانم میزادیگی برای من تعریف میکردن، از زمانی که این آقای روحانی آمده میزان تخریب آثار تاریخی ایران خیلی بیشتر از دوران احمدی نژاد شده. این حکومتی که مثلا ظاهرا آمده است خود جنبه های ملی به کار خودش بده و اینها، به این وضعیت افتاده و ناتوانتر از دولت های قبلی ایران در مقابل اراده خودکامه رهبر داره عمل میکنه. به هر حال من که اعتقادم، من هر مسئله رو که مطرح میشه من فکر میکنم که جز این که انرژی گذاشته بشه در مورد اینکه یه جوری از شر این حکومت راحت بشیم، هیچ مسئله جزئی در مملکت ما قابل حل نیست. حالا بیکاری باشه، عرض کنم که دانشجوهای فارغ التحصیلی که بیکار تو خیابونا میگردن باشه، ظلم بر اقوام ایرانی باشه. شما الان ببینید اینا دارن با بلوچستان چه میکنن. عرض کنم که آمدن حتی اسم سیستان و بلوچستان رو، بلوچستانش رو انداختن و اونجا شده سیستان، چی استان سیستان. من نمیدونم چه بیماریه که اینها دارن، یا عید عمری که میگیرن و غیره برای ایجاد تبعیض در ایران. اینها همه به نظر من بسته به یک مسئله است، و اون اینه که چگونه میشود از این حکومت خلعیت کرد. دوستان نوری علا، از دیرباز، از زمان شاه فقیه تا به امروز، بیشتر این جناهای چپ چپ وابسته خب یه نوع حالت قهر نسبت به گذشته و تاریخ ایران داشتن. هیچ وقت اینا سعی نکردن که نزدیک بشن به واقعیت‌ها و حقایق تاریخی ما، یا بین اونها و گذشته ایرانی‌ها یک انس و الفتی برقرار بشه. متاسفانه هنوز هم این حالت و این وضعیت تا به امروز حفظ شده. مثلا در دفاع و حمایت و پشتیبانی از فعالیت هایی که صورت میگیره در جهت حفظ میراث های ملی ما، ندیدم این جناها از خودشون عکس العمل نشون بدن، مثلا بیانیه ای منتشر بکنن، یا اونها هم وارد گود بشن و اعتراض بکنن به تخریب آثار باستانی و یا میراث های تاریخی و فرهنگی گذشته ما. فکر میکنی چرا این کینه از کجا آمده که دست از سر برخی از گروه ها بر نمیداره؟ بله، این مسئله عرض کنم که خود در خود چپ هم در سراسر دنیا حالت خاصی رو داره. یعنی اینکه ببخشید منو، یعنی که مثلا شما نگاه بکنید انقلاب شوروی رو، آیا در انقلاب شوروی دست به تخریب آثار تاریخیشون زدن؟ حتی شما الان که برید مسکو، نمیدونم خانه شاعران و نویسندگان سلطنت طلب رو هم حفظ کردن. اما چپ ایران من نمیدونم، به خاطر شاید اینکه به ایدئولوژی چپ هم به صورت مذهبی و نجس و پاکی نگاه میکرد، اساسا با گذشته ایران عرض کنم که ارتباطی رو برقرار نمیکرد. و ببینید مثلا خیلی ها به شاملو ایراد میگیرند که چرا اون مطالب رو راجع به فردوسی گفت. من اعتقادم بر اینه که اگر که قرار باشد که آزادی بیانی وجود داشته باشد، خب یکی هم میتونه پیدا بشه و بگه که این شاهنامه تاریخ گذشته ایران رو برعکس گفته، ضحاک آدم خوبی بوده، فریدون آدم بدی بوده. نمیشه جلوی حرف او رو گرفت. ولی در این حال این حیرت انگیزه
که چرا اینها با همه گذشته ایران سر و کار دارن و انگار که از روز ازل چیزی به نام جامعه کمونیستی، جامعه شورایی وجود داشته و این پادشاهان کهن ایران بودند که از در مخالفت با اون در آمدن و در نتیجه اینها آدم های از که حالا اسلامی ها بهش میگن تاغوتی، حالا اینا میگن پادشاهان مثلا سرکوبگر. حتی میرن میگردن تو تاریخ میگن مزدک رو مثلا پیدا میکنن که این مزدک داره افکار کمونیستی بوده و به همین دلیل این انوشیروان عادل که عدالتش دروغین هست برداشته اینا رو همه رو قتل عام کرده. این دو نگاه به تاریخ من فکر نمی کنم، من البته زیاد آشنا نیستم با کشورهای دیگه‌ای که نیروهای کمونیستی درشون قوی هستند چگونه عمل میکنن، ولی به نظر من وقتی که آدم میره با مارکس آشنا میشه، مارکسی که مثلا بخش عمده ای از شکسپیر رو حفظ بود، عرض کنم که تاریخ یونان و روم باستان رو به خوبی میدونست و در اونها تفحص میکرد، و انگلز، دیگرانی که در حوزه چپ کار کردن، من هرگز ندیدم که اونها اینگونه بخواهند تاریخ زدایی بکنند از یک کشوری. ولی این متاسفانه همچنان که شما میگویید در بین چپهای ما هنوز هم وجود داره. همونطور که میگید در این حالی که بخشهایی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی ما در همکاری با خانم میرزادگی نسبت به مثلا تخریب محوطه باستانی پاسارگاد یا دره بلاقی اعتراض کردند و فعال بودند، و در داخل کشور هم جوانان ما روز به روز متوجه این مسئله می شوند، اما در خارج کشور من همچی تمایلی رو نمی بینم. و حتی برای من از این هم حیرت انگیزتر اینه که مثلا در مذاکراتی که با گروهی که خود رو مثلا اتحادیه سوسیالیست ها می دانستن در مورد اینکه بیاییم با همدیگه همکاری کنیم علیه حکومت اسلامی مذاکره می کردم، اونا گفتن ما با شما حاضر نیستیم مذاکره کنیم. من گفتم چرا؟ گفتن برای اینکه شما میگویید که اعلامیه حقوق بشر رو قبول دارید. من واقعا نظیم شاخ در میارم از این حرف که مگر ما اشکالی داره که اعلامیه حقوق. گفتن بله آقا، در ماده 17ش گفته که مالکیت خصوصی عرض کنم که محترم است، و چون ما قصد داریم در ایران مالکیت خصوصی رو ملغا بکنیم، برای من نمیتوانیم با طرفداران اعلامیه حقوق بشر اتحاد بکنیم. یعنی من فکر میکنم که این نیروها از یک عقب موندگی مفرط فرهنگی که برخوردارن و اصلا مصالح روز خودشون رو هم یا امکانات فعالیت سیاسی خودشون رو هم درک نمیکنن. دقیقا. من بالاخره نفهمم ریشش در کجاست، ریشه این نفرت. همجور که شما توضیح دادید هر چی جستجو میکنم، چون بعد از اینکه کمونیست ها در اروپا در واقع به حکومت رسیدن، به ویژه با کمک ارتش سرخ، بزرگترین تلاششون حفظ میراث ها و آثار گذشته بود. بله، بزرگترین تلاشی که صورت دادن و اونا رو گذاشتن جز افتخارات خودشون، جز افتخار. ولی متاسفانه در مورد ما اصلا این موضوع صدق نمی کنه. در گذشته که اصلا پرداختن به تاریخ مخصوصا به دوران ایران باستان نمیدم نوعی اقدام لق و غیر قابل قبول به نظر می رسید. یعنی یک نگاه بدبینانه نسبت به گذشته و از مثلا از دوره هخامنشی به عنوان یک دوره سیاه یا دوره امپریالیسم کهن یاد می شد، متاسفانه بدون که شناخت درسته همین. یادمه که در این مورد حتی در خود هیئت حاکمه سابق هم اینها نفوذ کرده بودند. از لحاظ این نظریه دارم خدمتتون عرض می‌کنم. من یادم سال 1953 من از طرف سازمان برنامه مأمور شدم که در عرض کنم که اون انقلاب آموزشی جلساتی داشت تابستان‌ها در رامسر که پادشاه و شعبانو هم می اومدن در اونجا شرکت می‌کردن. من مأمور شدم که در اونجا شرکت کنم.
و خب اونجا کمیسیون های مختلفی تشکیل می شد. بنده عضو کمیسیون فرهنگ و هنر اونجا بودم. رئیس کمیسیون مرحوم عاملی تهرانی بود، مرد شریف و وطن دوستی که در همون آغاز انقلاب به دست اینها تیرباران شد. ایشون برگشت و گفتش که من معتقدم که ما بریم یه مقدار تیشرت چاپ بکنیم و روی تیشرت عکس فردوسی و رستم و این چیزها رو بزنیم و از این طریق بریم و مثلا در تشتی مبانی نمیدونم فرهنگ ایران عمل بکنیم. من یک مرتبه دیدم که وزرا و رؤسای دانشگاهی که در این کمیسیون شرکت داشتن همه قاقا خندیدن که آقا اصلا کی میاد این حرفا رو تعبیر بگیره، تیشرت رستم ترش کنه و غیره. میخوام بگم که واقعا حکومت سابق متاسفانه هرگز نتونستش فضایی رو فراهم بکنه که مردم با واقعیت بینی از این افکار انحرافی برن کنار و به دست خودش ریشه به تیشه خودش میزن به نظر من. و به هر حال در این حال این دکترم بگم که من اساسا اعتقاد دارم که اصل تحزب و گروه مداری در ایران هیچ فرقی با فرقه های مذهبی و خانقاه های دراویش نداره، یعنی که رابطه هیرارشیک یا عرض کنم که تشکیلاتی که در اینها هست همون رابطه عرض کنم که شبه مذهبی شبه درویشیه و فکر کردن آزاد و انتقادی اساساً به وسیله احزاب هم سرکوب شده، همون گونه که به وسیله مساجد و عرض کنم که فرقه های درویشی که در واقع به کل جامعه رو دپولیتیزه میکردن. در مورد من وقتی که بعد از انقلاب شاهد رفتار عرض کنم که مثلا اعضای حزب توده با آقای کیانوری بودم، میدیدم هیچ فرقی با رفتار افراد یک خانقاه با پیر خانقاه نداره. ایشون تصمیم میگرفت ابلاغ میکرد و همه بیچون و چرا اون رو میپذیرفتن و اجرا میکردن. میخوام بگم که ما از بستر به هر حال یک نوع به قول عرض کنم که یکی از فلاسفه امروز ما امتناع از اندیشیدن برخواسته ایم و هنوز هم به لطایف الحیل از اینکه ایرانی خودمختار خودآگاه و خوداندیش و عرض کنم که انتقادی به دنیا بنگره، به روابط اجتماعی خودش بنگره، سیستم ما داره سرکوب میکنه. من دیروز در نشریات خوندم که در اینجاهایی که بچه ها مهد کودک ها قرار است که حوزه های فقهی ایجاد بشه. شما نگاه کنید کودکی رو که از مهد کودک میخوان مغز شویی کنند و عرض کنم که تسلط بیچون و چرای شریعت اثناعشری رو بر او تحمیل بکنند، این در آینده به چه جور جوانی تبدیل خواهد شد؟ آمان. متاسفانه همه اینو هست. من جز تاسف کار دیگه نمیشه کرد. پریشب با دوستانی بودیم، جلسه داشتیم، چهار تن از دانشجویانی که البته فارغ التحصیل شده بودن آمدن به ایالات متحده آمریکا، دو تن از اونها بورس هم گرفتن و این نشون میده این بچهای ما واقعا از چه نبوغی برخورد و حیف که ایران داره از وجود اینها محروم میشه. بحث بود در سر همین برنامه های بنده و جناب عالی، یه اشاره کردن که صحبت از تفکر غالب بود در بین نویسندگان و شعرا، به ویژه انجمنی که شما تأسیس کرده بودید. اینا میگفتن یه تفکر غالب میدونیم که ضدیت با رژیم گذشته بود. آیا اینا با غرب هم همزمان ضدیت داشتن یا اینکه نه فقط مخالف حکومت بودن، مخالف نظام رژیم محمد رضا شاه پهلوی و با غرب، البته از غرب بعدشون نمیومد، علاقمند بودن که یه نوع نظام سیاسی نوع غربی
در ایران حاکم بشه. برایش من این سوال از شما بکنم. بله، اگر منظورتون کانون نویسندگان ایرانه که از سال 46 تا سال 50 فعال بود، من قبول ندارم اینکه تفکر غالب در اونجا ضدیت با رژیم پادشاهی بود. به نظر من وجود اشخاص مؤثری مثل عباس پهلوان یا نادر نادرپور یا عرض کنم که هوشنگ وزیری و در درجات جوانتر من نمیدونم آقای بیزایی یا آقای آشوری، ما هیچ کدوممون به دنبال براندازی این رژیم نبودیم. هیچ کدوممون خواستار ایجاد یک حکومت ایدئولوژیک در ایران نبودیم. به نظر من مشکل دستگاه بود، به خصوص مشکل سازمان امنیتی بود که برای توجیه علت وجودی خودش ناراضی میتراشید. الان دیگه ثابت شده که بسیاری از گروه هایی که دستگیر شدن، بسیاری از شخصیت هایی که به زندان رفتن، اینها در گروه های عضویت داشتن که به وسیله خود سازمان امنیت تشکیل میشد و ناراضی تراشی میکرد فقط برای اینکه به بالا نشون بده که من اگر نباشم این مملکت از بین خواهد رفت. میتونید نمونه ای هم بدید؟ نمونه ای بدید بیشتر قضیه واضح بشه. والا خب مثلا یکی از نمونه های روشنش این جریان، عرض کنم که جریانی که موسوم به دادگاه گل سرخی دانشیان بود، میتونم مثال بزنم که الان از اون شخصی که این جریان رو لو داده، یعنی آقای امیر فتانت که کتابی هم نوشته به نام یک فنجان قهوه نابهنگام یا همچین چیزی که اونجا رسما نوشته است که من مأمور شدم این گروه رو واردش شدم، تشویقشون کردم و عرض کنم که بعد هم تمام اخبار و اطلاعات مربوط به اونها رو برای، البته اون باید به خاطر میهن پرستی این کار کردم، رفتم و لو دادم. شما رود هر تکه از این قصه دست میگذارید. متاسفانه این رو بگویم که خب آقای نوری الان یک لحظه تصویرتون منجمد شد، آشنا شدم و بعد هم ازدواج کردیم. و دکتر نوری الان خواهش کنم این قسمت رو یه بار دیگه تکرار بفرمایید، چون یه لحظه تصویرتون منجمد شد. کدوم قسمت رو؟ همین این من داشتم میگفتم که متاسفم از این که علارغم تلاش من، خانم میرزادگی هیچ وقت حاضر نشده که روایت خودش از این ماجرا رو بیان بکنه. چرا؟ استدلال ایشون اینه که من هر کلمه‌ای که بگم بر ضد حکومت سابق به کار خواهد رفت و به نفع حکومت اسلامی. من تا زمانی که این حکومت پابرجا هست چنین نخواهم کرد. ولی شما اصرار دارید که ایشون بیاد بگه؟ بله، من خیلی دوست دارم که این کار رو بکنه ایشون. و همین دلیلم همین هفته پیش یک آدم، عرض کنم که نادرستی، یه مقاله بر علیه ایشون نوشته و ایشون رو متهم کرده است به اینکه او بوده است که خسرو گل سرخی رو لو داده و باعث کشتن اون شده. من از همون بدو آشناییم با خانم میرزادگی این شایعه رو شنیده بودم و در این مورد بدون فشار آوردن روی ایشون این رو از انواع جوانب تحقیق کردم و واقعا الان دیگه همین هفته پیش همین آقای فتانت مطلبی رو در سایت ایرونی.com یا ایرون.com عرض کنم که منتشر کرده و در اونجا نوشته است که من عرض کنم که 40 سال از این می سوزم که این زن محترم در مزان این اتهام قرار گرفته است و با
بردباری و شکیبایی این رو تحمل کرده است. اما منتظر از داستان ایشون، شما کل داستان به خصوص که مثلا بعد از انقلاب، عرض کنم که تمام اسناد مربوط به این دادگاه در ساواک به دست انقلابیون افتاد. یه نسخش رو دادن به آقای دکتر علیرضای نوریزاده و ایشون که سردبیر اون روز امید ایران بودن، شروع کردن به انتشار این اسناد. هنوز هم من دارم دوره های جلد شده امید ایران رو، توش میتونید شما پیدا بکنید که مثلا میگویند که اصلا در اسناد ساواک این که کسی کسی رو لو داده باشه بیمعنی بوده است، به خاطر اینکه هر کسی رو که میگرفتند حالا دو روز مثلا کتکش میزدن ببینن که این چیز دیگه ای هم در چنته داشته یا نه. بعد تمام عرض کنم که نوارهای ضبط شده گفتگوهای اینها رو در زمانی که دور هم میشستن حرف میزدن و عرض کنم که بعدم اقرارهای اونها رو، اطلاعاتی رو آقای فتانت داده بودش به سازمان امنیت، همه اینها وجود داره. مثلا میگویند که چی میگن، آقای گل سرخی که 7 سال قبل از دستگیری خانم میرزادگی در، عرض کنم که زندان بود، این رو خانم میرزادگی لو داده است، در حالی که حکومت به اقرار اشخاص مختلفی کاملا از همه جریانات باخبر بوده. خب بخونم یه کاری بکنیم هفته دیگه شکو خانم بیارید، درست هر دو بغل. من فکر میکنم هیچ بد نیست تو همین برنامه با شکور عزیزم صحبت بکنیم، ایشونم خاطراتشو بگه، حرفاشو بزنه. نه من فکر میکنم بهترین راه همینه، یعنی بهترین راه حل همین کاری باشه که قرار صورت بگیره. شما هم که مصر... خب ببینید شما یه صحبتی با ایشون بکنید، ایشون راضی بکنید، اصلا از هفته که شروع بکنیم در همین تلویزیون ایران فردا این کار رو انجام بدید. موافقی؟ من خیلی موافقم. بسیار عالی. بس با شگو صحبت بکنید. خیلی تشکر میکنم. بعض وقتا من میبینم که یاداوری اون خاطرات اون روزها برای سخت، خاطرات پس از اون روزها ایشون رو چنان براشفته میکنه. میدونید ایشون خیلی از لحاظ بدنی لطمه دیده توی این ماجرا، ظاهرش نشون نمیده، ولی من به عنوان شوهرشون شاهد این هستم که چه لطماتی دیده است. و بعد کابوس هایی که داره و این حرفا، نمیدونم که اینطور راحت بتونه بیاد بشینه جلو. من تصور میکنم تنها راه حلش همینه، یعنی بهترین راه شفا و دور شدن از اون کابوس ها و همین، یک بار برای همیشه باید این کار رو انجام بدن و امیدواریم این کار رو بتونیم. ولی من میخواستم به دو نکته اشاره بکنم و اون این بود که ایشون دم انقلاب، عرض کنم که در لندن بودش، با بچه های خودش در لندن زندگی میکرد و در آستانه انقلاب برگشت به ایران. خب کسی که چنین سابقه ای رو داشته باشه که دوتا از انقلابیون رو لو داده باشه، اونا رو به کشتن داده باشه، اولین شرط عقل اینه که در اون روزگار برنگرده. تشکر میکنم، خدافظی میکنم. آقای دکتر اسماعیل نوریالا، امیدوارم که هفته دیگه بتونیم با خود شکوه عزیزم باشیم، هر دو با هم باشن صحبت بکنیم. خدافظم میانانم، تا دیدار دیگر. خدافظ آقای نوریالا. خدافظ شما.